جایی که اسلام شناسی خودش رو در اختیار ما قرار میده و فلسفه احکام رو و منظومه احکام رو بیان میکنه، تنها مسئله ای که دوبار بهش میپردازه مسئله عدالت اجتماعی است. یک بار میفرماید جعله الله تنسیقا للقلوب، العدل تنسیقا للقلوب، خدای متعال عدالت اجتماعی رو برای همسنخ کردن دلهای مردم، همگن و همتراز کردن دلهای مردم، شما بفرما برای موالات بین مردم، پیوستگی بین مردم، جعل کرد و تشریع کرد و واجب کرد. و یک بار دیگه میفرماید جعله الله العدل فی الاحکام ایناسن للرعیه، عدالت در حکمرانی رو برای انس رعیت و مردم شهروندان قرار داد. ما ازش اینجور فهمیدیم که یکی اول در تصحیح رابطه مردم مردم است و دومی در تصحیح رابطه مردم حاکم. و یک جامعه به سامان نمیشه الا اینکه این دو تا رابطه تصحیح بشه، یکی رابطه مردم با هم، یک رابطه همگن و پیوسته ای باشه، بینشون نقاش و درگیری و گسل و گسست نباشه، و یکی هم بین مردم و حاکمانشون جدایی و تفرقه و درگیری نباشه. صدیقه طاهره به عنوان کسی که اعلم از همه مردم بعد از پیغمبر و خدا و امیرالمؤمنین به این شریعت و به تعبیر امام حسن عسکری علیه السلام حجت بر همه ائمه اطهاره، فهم خودش رو در اختیار ما قرار میده. چون اگر اینها نباشه ما منبری ها سر منبر هر باری میتونیم یه چیزی رو مهمترین مسئله اسلام و اساس و امثال اینها بکنیم، ولی میبینید که این میخ ها اجازه نمیده. میگه در بین مردم رابطه مردم مردم عدالت اون چیزی است که بهترین نقش رو ایفا میکنه، تسهیل میکنه رابطه مردم مردم رو، موجب تنسیق قلوب میشه. شما اگر دنبال موالاتی، اگر دنبال پیوستگی اجتماعی هستی، علیکم به عدالت اجتماعی، شما باید حتما دنبال عدالت اجتماعی باشی. اگر دنبال ولایت هم هستی که ولایت در یک جامعه منعقد بشه، که جامعه ایمانی علی القاعده دنبال این هست، اونم دوباره باید این موالات رو درست بکنی. حواله دادم و میدونم دوستان عزیزم اهل تحقیقن، حتما رجوع میکنن کتاب ارجمندش حضرات المعارف از عارف فقیه بزرگ و نامدار آیت الله شاه‌آبادی بزرگ استاد امام راحل، شذرات المعارف، ملاحظه بکنید. میفرماید که ولایت و نبوت حتما سر خیط موالات و اخوت مینشینه. تا جامعه ای مردمش با هم موالات پیدا نکرده باشن نمیتونن سرپرستی ولی خدا رو بردارن. اگر منعقد بشه از بین میره و اگر بخوام بیارنش نمیشه. حتما باید این پیوستگی درست بشه. سیره پیغمبر خدا هم که دیشب اشاره کردم همین اتفاق بود دیگه. روز اول ولایت خودش سرپرستی و حکمرانی خودش رو مصادف کرد با روز مؤاخات بین به اصطلاح انصار اوس و خزرج با هم و مهاجر و انصار با هم. تا این اتفاق نیفتاد ولایت پیغمبر منعقد نشد. اگر این اتفاق نیفته، حالا معصوم که معصومه، فقیه عادل که فقیه عادله، اما اگر موالات اتفاق نیفته، حکمران ناگزیر به سلطه است و سلطه نمیتونه ولایت بشه. سلطه جنس غلبه است. ولایت گرچه سرپرستی است، گرچه اونم حد داره، گرچه اونم آخرش امر و نهی داره، اما ریشه اول در قلوب مؤمنین داره و اینه که حتما باید موالات در جامعه درست بشه. این رابطه این مردم مردم خیلی مهمه، هم برای خودشون که یک جامعه پیوسته باشن و هم اگر بخوان حکومت دینی بیارن، ولایت ولی خدا رو بیارن، دوباره از این حس لازم میشه. پس کلمه اول فاطمه مرضیه این شد که جعله الله
جعل کرد خدای متعال، واجب کرد، قرار داد در این شریعت، العدلت صیغا للقلوب، این رابطه مردم مردم که عرض کردم یه بسته ستاییه، این ستا رو با هم دریافت کنیم، از امیر المؤمنین سلام الله علیه شوهر بزرگوارش کمک میگیریم، دوتای دیگه شو اون ستا این بود. حالا سریع میخوام برسم به اصل بحث امشب. اول این که فرمود، امیر المؤمنین فرمود جعله الله سبحانه العدله قواما للانام تنزیحا من المظالم والآثام. وسطش هم قرار بدید اون نکته حضرت زهرا رو، سه تا میشه. اول عدالت در رابطه مردم مردم سه کار میکنه. اول موجب قوامشون میشه، قوام انام، یه کلمه عامی که برای بشر باید گفت. یهودی اگر در جامعت بود، بهایی اگر در جامعت بود، او آخرش باید سر پا باشه. آدمی مستبل قامه آفریده شده، باید بتونه راه بره، بتونه کار بکنه. فقیر کسی است که این فقراتش شکسته. قوام انام به عدالت، امیر بیان می‌فرماید خدای متعال قرار داد عدالت را برای سرپا کردن بشر. یک فاطمه زهرا بعدش وسط من قرار دادم تنسیقا للقلوب، وقتی سرپاشون کرد، تا کسی شکسته است و افتاده است و زمینگیره که خب مشکل اول اینه که اینو بلندش کنید، زندگی سرپا بشه. زندگی ها وقتی سرپا شد، نقاش ها و گسل ها اونجا خودشو نشون میده که آخرش ممکنه یک کسی حقی کسی رو بخوره، یک بالایی هایی به اصطلاح پستی هایی در زندگی درست بشه. اینجا دوباره فرمود عدالت نقش دومش رو ایفا میکنه، تنسیقا للقلوب، موالات درست میکنه. سوم تربیت میکنه یک جامعه را، تنزیحا امیرالمومنین، ادامه فرمایش امیرالمومنین، تنزیحا من المظالم والآثام. تنزیح یعنی پاک کردن، جداشون میکنه، منزهشون میکنه از دو چیز، مظالم ظلم های بندگان به هم، شما بگید حق الناس. عدالت موجب میشه حق الناس بهتر رعایت بشه در جامعه. آثام جمع اسمه، یعنی گناه، رابطه انسان با خدا، اما گناهان حق اللهی. عدالت موجب میشه تنزیه از گناهان هم اتفاق بیفته. خب مگه تربیت چیه؟ تربیت اقلا در یک لایه مهمش همینه که انسان از حق الناس ها حذر بکنه و اونجا دوچار ظلم به دیگران نشه، و دوم این که دوچار ظلم به خودش و خداش که اسمش گناه متداول است که بهش میگیم گناه نشه. امیر المؤمنین بهتر از همه ما به نظرم استاد کار فرنگی بوده دیگه. آقا هر کسی تو دنیا کار تربیتی شروع کرده از علی یاد گرفته، هر کسی فرهنگ میکنه و تهاجم فرهنگی و کار فرهنگی علالقاده سلسلش و امیرالمؤمنین میرسه. ولی اینجا حواله به چی میده برای کار اصیل تربیتی؟ به عدالت. اون رو اساس درست بکنید، نه اینکه میخواد بگی هیچ کار تربیتی دیگه نباید باشه، نماز جماعت نباید باشه، دعا کمیل نباید باشه. دعا کمیل باشه اما عدالت نباشه تربیت شکل نمیگیره. هیئت باشه اما جامعه بالا و پایین داشته باشه تربیت شکل نمیگیره. ما بعضی از اینها رو الان داریم تو آینه میبینیم این حرفا رو، توجه میکنیم. این بسته ستایی، من قواما للانامش رو گفتم دیگه تکرار نمیکنم. حالا تنسیقا للقلوبش رو، جامعه ای که سرپا شده، یک بار کمک شده که مردم زندگی داشته باشن، مردم دستشون به دهنشون برسه، اینجا باید الان پیوندشون بده، یه کار لطیفتری بکنه عدالت، تنسیق قلوب انجام بده. ببینید دوستان من، امیر المؤمنین فاطمه زهرا به خصوص حضرت صدیقه در این فرمایش به صدای بلند داره میگه بزرگترین گسل اجتماعی گسل فخر و غناست. بله گسلهای مختلفی هست، گسل قومیت هست، گسل جنسیت میتونه فعال بشه، اصلا دنیای مدرن یک دنیای گسلسازیست. دوستان عزیزم دقت کنن به این نکته‌ای که عرض میکنم، دنیای مدرن و مدرنیته دنیای گسلسازیست. همیشه یا عالم نوجوان بوده، همیشه یا عالم زن بوده، اما زن که یه گسلی میشه، که یه طبقه اجتماعی میشه، چون هر وقت بوده که طبقه اجتماعی نبوده که. وقتی همدیگر رو شناختن، یک مطالبه
مشترکی برای خودشون پیدا کردن و وقت میشن یه طبقه اجتماعی. دنیای مدرن این کارو میکنه. دنیای مدرن الان نوجوانها با هم یه سبک زندگی انتخاب میکنن، یه دارایی هایی میخوان، یه چیزهایی رو مطالبه میکنن، یه طبقه، یه نیم طبقه درست میکنه، رسانه هم در اختیارشون قرار میده. بعد میبینید اینها با پدران و مادران خودشون دچار اصطکاک میشن برای سبک زندگی که میخوان. خب همیشه که نوجوان بوده، کی نوجوان این قدرت رو پیدا میکنه؟ همیشه آدمیانی بودن که فرض کنید صاحب زمین و مزرعه و دام نبودن، میرفتن کار میکردن برای دیگران. اما کی طبقه کارگر درست میشه؟ طبقه کارگر از وقتی درست میشه که ماشین میاد. ماشین وقتی آمد یه عده زیادی از اون رعیتی که دیروز سر زمین کار میکردن امروز اخراج میشن، دوباره به عنوان کارگر استخدام میشن تو این کارخونه ها. اونها یه هویت جمعی پیدا میکنن، نیازهای مشترک، مسئله های مشترک میشه طبقه کارگر. طبقه کارگر که البته همراه میشه با فقر و طبقه صاحب کارخانه که توی اون دنیای اول مدرنیته، اول دنیای صنعتی شدن، شکاف جدی بینشون افتاد، شکاف بین فقر و غنا درست میشه. بعدن انقلاب های کارگری تو همین شکاف شکل میگیره. انقلاب ها یا جنبش های فمونیستی کجا شکل میگیره؟ گسل بین زنان و جامعه. حالا امروز برای نوجوان ها و برای جاهای دیگرش هم دارن نوع جدیدش رو تولید میکنن. پس شکاف ها رو جدی بگیریم. دنیای جدید خودش کارش ساختن این گسل هاست. اما بیشترین و فعالترین گسلی که میتونه زلزله‌های اجتماعی درست بکنه به فرمایش صدیقه طاهره که این قابل جمع با اونها هم هست، عرض کردم ولو شکاف کارگر و طبقه داراست، ولی اصلش شکاف فقر و غناست که در طبقه کارگری خودشو نشون داده بود تو اون دوره‌ای که انقلاب کارگری اتفاق میافتاد. این شکاف فقر و غناست که باید جدی جدی بگیریمش. خیلی نکته مهمی است. تنسیق قلوب اینجا به عدالت. عدالت یعنی این که فرصت‌های برابر برای آدمیان درست بشه، اون وقت هر کسی خونش خوابید و کار نرفت اون عقب میفته. نه از اول فرصت‌ها برابر نباشه، از اول یک کسایی پس زده باشن. این نکته‌هایی که میگم برای فهم این فرمایش خیلی مهمه. یه وقتی تفاوت فقیر و غنی در نوع ماشینشه، در نوع خونشه. آدم غنی یک مثلا ویلای چند صد متری و چند هزار متری داره، یه آدم فقیر یه آلونکی داره. یه آدم فقیری ماشین نداره، او یکی ماشین لوکسش رو داره. تا اینجا هنوز فقر و غنا قابل تحمله. اما کی تبدیل به جنگ میشه؟ دقت. وقتی که اساسی ترین نیازها توی فقر و غنا دو معنا پیدا بکنن، تحصیل بچهش، بهداشت و درمان، امنیت، اینها پولی بشن، اینها پولی بشن، اینها کالا بشن، چیزهایی که یه حقن، یه کالا نیستن. ماشین کالاست، یه کسی میتونه بهترشو بخره، ولی علم، آموزش کالا نیست، امنیت کالا نیست. ترجمه میکنید ارشاد، ارشاد کردن و یاد دادن مسائل دینی کالا نیست. اگر اینها آمد کالا شد، امنیت کالا شد، بهداشت و زنده زیستن کالا شد، وقت نگاه کنید با ماشین کرسی فرق جدی میکنه. اینجا دیگه اگر کسی نداشته باشه یا ضعیفش رو داشته باشه، که ضعیفش رو داشته باشه یعنی نمیتونه خوب درمان بشه، یعنی در مقابل میکروب ها خوب عایقی نداره، این وقت چی میشه؟ این اسمش میشه طبقه رانده شده. این طبقه رانده شده ای که از بهداشت خوب رانده میشه، از آموزش خوب رانده میشه، کسی پلیسی نایستاده به او اجازه نده بیاد آموزش ببینه، آموزش خوب گیره این نمیاد. اون تعداد محدودی که برای کنکور پذیرش میشن در دانشگاه های خوب کشور مثل شریف شامل این آدم نمیشه، چون آموزش خوب ندیده. آموزش خوب پولی شده در کشور، پول باید بدی بری، هم مدارس پولی، هم کنکور پولی، هم کلاس‌های آموزش پولی. خب اونها فقط میتونن بیان بالا. این طبقه رانده شده وقت چه اتفاقی توش میفته؟ اون گسل فقر غنا هست. چی میتونه اینجا درستش کنه؟ تنسیق قلوب اینجا مهمه. ببینید یه وقتی ما میگیم آقا فقیر نباید تو دلش بشه یک کسی بیشتر داره یه ماشینی هم خریده برای بچه‌ش،
آره برو با فقیر اون وقت حرف بزن که تو حریص نباش، تو حسود نباش، ولی در نیازهای اساسی چی؟ در حقوقش چی؟ حقوق، حقوق اساسی انسان، آموزش حقه، امنیت حقه. اگر اینها هم طبقاتی شد، الان در نیویورک برید سراغ بگیری 11 جور پلیس داریم، جایی که مالیات خوب میدن همه اون 11 جور پلیس هستن، امترین منطقه های نیویورک. پایین شهری ها ضعیفترین نوع پلیس رو دارن، یک جور پلیس فقط بیشتر نیست، دو جور پلیس بیشتر نیست، بیشترین جرم و جنایت ها اینجا اتفاق میفته. خب این آدم چه گناهی کرده که تو این طبقه به دنیا آمده؟ بچهش امنیت نداره، دخترش امنیت نداره. امنیت یه حقه، امنیت یه کالا نیست. آموزش، به خصوص آموزش هایی که عامل فرهنگن، ایرانی مسلمان بخواد زندگی بکنه یه آموزش رو لازم داره، نه آموزشی که عامل ثروته که حالا مثلا بره پول بده یه جایی یا آموزشی رو یاد بگیره که بره باهاش ثروت در بیاره. نه اون پولی باشه، اون پولی باشه اشکال نداره، آموزشی که اگه نداشته باشه نمیتونه در ایران 1400 زندگی بکنه، نمیتونه مسلمان زندگی کنه، نمیتونه فارس زبان زندگی کنه، نمیتونه گذشته تمدنی خودش رو بخونه، نمیتونه با سنت های خودش ارتباط بگیره. این جور آموزش ها، این حق اوست. اگر آمدیم اینها رو کالا کردیم، غنی ها بهترش رو ببرن و فقیرها ضعیفترش رو ببرن یا نبرن، و بعد یه فیلتری هم به نام کنکور بگذاریم که اونهایی که نتونستن خوبش رو ببرن از اونجا رد نشن، تو همونجا بمونن، دو دهه بعدش چه اتفاقی میفته؟ فاصله و گسسته اجتماعی اتفاق میفته، به تعبیر بعضی فیلسوفان غرب شورش اتفاق میفته، شورشی که علیه علم و مراکز علمی و امثال این هاست. همینجا حالا یه سوزنی هم به دانشگاه شریف بزنیم. شریف اینجا وقتی اگر توی جامعهش تبعیض آموزشی دید، صدای بلند جامعه برای فریاد کردن علیه تبعیض آموزشی باید شریف باشه. ما یک دهه قبل، دو دهه قبل منتظر بودیم صدای شریف رو بشنویم، صدای بلند شریف، از این ایام بلندتر صداشو بشنویم که پاشه بگه آقا همون جوری که مصدق گفت مجلس آنجاییست که مردم آنجان، شریف هم بگه شریف آنجاست که هوش آنجاست، شریف آنجاست که استعداد ایرانی آنجاست. اگر بچه سیستانی هوش بهتری داره، شریف سیستان است. حالا برید نگاه بکنید، ادعا میکنن که بهترین هوش ها همونجاست، از یونسکو و از جاهای دیگه نقل میکنن، چند درصد از اونا راه پیدا میکنن به این سطح عالی آموزش ها؟ اینها اون رسالت های بزرگه. فاطمه زهرا اینجا ایستاده فریاد میکنه خدای متعال عدالت اجتماعی را واجب کرد تا قلبها را هم نسق کند، هم تراز کند. چطوری قلبها هم تراز میشن؟ وقتی که فاصله های فقر و غنا پر بشه، وقتی چون اون جایی که موجب تنفر میشه عرض کنم تو همین گسل هاست، تو همین گسل هاست. نه مطلق تفاوت ها هیچ وقت موجب تنفر ها نمیشن، نه زن ها از مرد ها متنفر میشن، نه دو تا برادری که یک کسیش دارا شده یک کسیش ندار شده، یه خورده وضع زندگیشون متفاوته، دو تا باجناقی که با هم متفاوتن موجب تنفرها نمیشه. تنفرها اگر آمد سر حقوق اساسی، تفاوتها اگر آمد سر حقوق اساسی، تنفر ایجاد میکنه در جامعه، گسل و گسست درست میکنه، ضعفها و مستضعفین رو علیه اغنیا میشورانه، علیه سیاست هایی که برای اغنیاست میشورانه، و زلزله های بزرگ درست میکنه، زلزله های بزرگ درست میکنه. این او جاییست که باید توجه بکنیم. ببخشید من دیگه وارد شدم این جملات رو بگم. اصل 48 قانون اساسی، رحمت و رضوان و خدا بر مجتهدینی که این قانون رو برای ما نوشتن، مرحوم نائینی بزرگ از علمای طراز اول نجف در دوره مشروطه میفرمود قانون اساسی ای که به امضای مجتهدین نوشته شد رسیده باشه، چه رسیده به اینکه خودشون نوشته باشن، در اجتماعیات به مثابه رساله عملیه در فردیات. الان شما به مسئله های فردیتون به چی عمل میکنید؟ به رساله. کی نوشته؟ آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله مکارم شیرازی. خب همه اینها به علاوه خیلی های دیگه سرهم قانون اساسی رو نوشتن. چطور قانون اساسی کمتر از اون ارزش داشته باشه؟ به خصوص قسمت های حقوق اساسیش.
و قسمت هایی که نوعاً هم دورش قرمز کردیم اینها غیر قابل بازنگری است. نه ساز و کارها که خب بشری است و دائما میشه تغییرش داد. توجه میکنید؟ ای که همین حقوق فصل حقوق اساسی رو بخونید، این بزرگوارا چطوری در آوردن؟ اصل 48 قانون اساسی. همه استانهای ایران در بهره مندی از امکانات کشور باید بسویه باشن. در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد. یک استان بهره‌مند و یک استان زمین خورده نباید درست بشه. اگر استانی به حسب شاخص‌های اصلی زندگی افتاد پایین، چیزی برای اشتغال اونجا نیست، بلکه آبی برای خوردن خوب گیر نمیاد اونجا. هوش خوب اونجا هست، اما بچه‌هاش علت دوام دیدید اینها رو تو خبرها و رسانه‌ها، ولو متاسفانه وجوری که باید لایک نمیخوره، دیده نمیشه اندازه سوپر استارها و جاهای دیگه، که بچه‌های یه دبستانی به کراب در شهرهای سیستانی اتفاق افتاده. عکس بچه بغل دستی خودشون رو فردا میذارن کنار میزشون که این رفته مثلا توی جاهای اوشهای آبی که بیاره آب بیاره، گاندو خوردهش رفته نیستش الان. اینا رو داریم میبینیم، اینا رو داریم میبینیم. این پایین افتادنا و یه استانی برخوردار شدن، یه طبقهی برخوردار شدن، یه ادعی از تحصیل و بهداشت و امنیت بهتر برخوردار شدن، اینها به مرور یه شکاف اجتماعی میاره که کار دست جامعه میده. اینا اوجاییست که به نظر من میاد دانشجو و صدای جامعه باشه. ما دو دهه قبل منتظر صدای شریف بودیم، دو دهه قبل منتظر صدای شریفتری از شریف بودیم سر این مسائل به ایست فریاد کنه و صدا شنیده بشه. واقعا مسئله های دست چندم، خیلی از این مسئله هایی که در این دانشگاه مسئله شد در اون استانها اصلا مسئله نیست. سلف مختلط رو نمیدونم چی و اینا مسئله آدم هاییست که شکمشون پره. کسی که نون شب نداره، کسی که الان دخترش باید خدای نکرده بره تن فروشی بکنه، او اگر تن فروشی میکنه با جنس این کار متفاوته. مشکلش اونه و منتظر شما هاست که شما صدای اون باشید، صدای عدالت، تنسیق و قلوب درست بکنه، هم نسق کنه، پیوند بده دلها رو، نه خدای نکرده تنفر اجتماعی کار دست مردم بده. حالا رجوع بکنید توی 98، آبان 98 مثال خیلی خوبیست. 1401 رو دیدیم، 98 هم جلو چشممون. پر التهاب ترین نقطه ایران در آبان 98 شهرک طالقانی ماشر بود. این 3-4 ماه جزو آرومترین جایی کشور. این مسئله ها مسئله اونم بود. اون مسئله ها هم تو شریف شنیده نشد، تو دانشگاه امیر کبیر و کجا و کجا اجوری که باید شنیده نشد. وزیر کشورتون در تیر ماه 99 آمد در دستبندی ماجرای آبان 98 گفت اصلی ترین مشکل کشور ما همین گسست هاست، همین فاصله هاست، این تعبیری که به کار برد برای اون. اینها رو باید حواسمون باشه. فاطمه زهرا عدالت رو چاره این کاره میدونه، میگه اگه عدالت برقرار بشه، عدالت برقرار بشه یعنی چی؟ یعنی حق رو کالا نکن، آموزشی که حامل فرهنگ کالا نشه، امنیتی که شرط اینه که ما خونه‌هامون راحت بخوابیم اون نباید کالا بشه، هر کسی پول بیشتری داد امنیت راحت‌تری و بهتری ببره. اینا حالا باید ماشین کورسی کسی خواست داشته باشه، اونو کار نداریم باشه. کسی خواست غیر از این آپارتمانی ویلا شما رو داشته باشه، کار نداریم داشته باشه. دعواست اونا تنفرزا نیست، تنفر سر حقوق اساسی است اگر طبقاتی بشه. تنسیقا للقلوب یعنی مراقب اینجاها باشید، یعنی حق و اجازه ندید کالا بشه. اینجا رو فرصت برابر درست کنید، بشینید و وقت تو دانشگاهاتون فکر کنید، مدل سازی بکنید، ببینید چطوری میشه فرصت ها رو برابر کرد، چطوری بهترین هوش ها بیان شریف و سهمی از عوامل دیگه توش نباشه یا کم باشه. یه جور فکر کنید، دست راست کنید تو تمام ایران هوش های برگزیدش بیان اینجا.
کسی که نداره، کسی که فقیره، جرمش اینه که بچه جیرفته، جرمش اینه که بچه زابله، جرمش اینه که زیر آفتاب و سوزان کبیر به دنیا آمده. فاطمه زهرا اینها رو مشابه ببینید، اینها هم سر تا سر مسئولیته. یه دسته بلند کنیم و یه سیاه بپوشیم و چهار روز نوبه بخونیم و سینه بزنیم، ادای دین نکردیم، ادای تکلیف نکردیم. این دین سر تا سر رسالته، سر تا سر خواب از چشم رو بودنه. این منبرها برای خواب کردن و تخدیر نیست، برای بیدار کردن و برای هشدار دادن‌های جدی است که پشیم و مراقبت کنیم. باز برگردم یه خوانش تاریخی، برای قواما للانام از سیره نبی مکرم دیشب مثال زدم، تکرار نمی کنم. تنسیقا للقلوب، آقا نقد شد، بعد از پیغمبر سیاست ها شروع شد، سیاست های تبعیضی. یه به قول دوستان مثلا فرض کنید یه الگوریتمی درست کردن که توش سابقه در اسلام و خویشاوندی از پیغمبر رو توش بریزن، درصد بیشتری از بیت المال. همه هم خویشاوندان پیغمبر هم داخل میکرد تا موجهش بکن. از توزیع درآمدهای بیت المال شروع شد، بعدن زمین هایی که فتح شد، خب سوال شد زمین ها مال کی باشه؟ خلفای اول، خلیفه اول مقاومت میکرد، میگفت مال کل مسلمینه، آیدیش به عنوان خراج میاد توی بیت المال. این زمین های مرغوب مورد طمع واقع شد، هر کی به هر کی نگاه کرد گفت چرا ما مالکش نباشیم. فشار تو اوریسازی در زمان خلفای بعدی واگذاری شروع شد، اقطاع اتفاق افتاد. همین زبیری که بعدا میشناسید و طلحه‌ای که شنیدید و قصه ها شنیدید علیه امیرالمومنین، برید بخونید چه قطعه هایی گیرشون اومد. 3 میلیون درخت فقط در عراق داشت. کجا و کجا اقطاعهای بزرگ؟ بعد بقیه مردم چی؟ تا حزب اموی سر کار آمد. ببینید شروعش حتی از زنان پیغمبر بود، از خاندان پیغمبر. موجه سازیش همیشه اینجوره، همیشه اول به نور چشمی هایی میدن، از آدم های محترمی تو جامعه شروع میکنن که حساسیت کمتر باشه، اما این زاویه باز که میشه ببینید تا کجا میره. حزب اموی وقتی سرکار آمد که با عثمان سرکار آمد، امیرالمومنین در خطبه 3 نهج البلاغه میفرماید قام معه بنو ابی، با او خیشانش سرپا شد. حالا همه محروم شدن جز اموی ها. اول عرب عجم بود، اول مهاجر انصار بود، همینطور میرفت بالا، قریشی غیر قریشی، مهاجر انصار، عرب غیر عرب، حالا شد اموی غیر اموی. از همونها کاستن و بر اینها دادن. طوری شد و سیاست ها هم سیاست های پولیسی نیست دیگه، اینها سیاست های اقتصادیه. زمین ها مصادره نمیشه، همه رو بگیرن بدن مثلا اموی های صدای کسی در بیاد، خیلی نرم و آروم. من یه دونش رو میگم چون خودش بحث مفصلیه. مثلا مرتعهای عمومی مدینه رو مختص کرد به اموی ها. دوره فتوحات، دوره فتوحات گوسفند و اسب و شتر و گاو دائما به عنوان غنیمت وارد اسلام میشه و تقسیم میشه. اگر مرتع مال بنی امیه باشه، بقیه برای شترهاشون و اسبهاشون و گوسفنداشون مرتعی برای چریدن ندارن. چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ دو تا چارده اقتصادیه، قیمت گوسفند و شتر نزول میکنه به نفع اونها، اینها بعدا گوسفندها رو هم میخرن، اسبها رو هم میخرن. آقا با 3-4 سیاست یه بار متمولین اصلی شدن. کجا؟ اموی ها. در فتوحات جدیدی هم که اتفاق می افتاد مال اینها می شد، بیت المال و خصوصی درست کرده بودن برای اینها، طوری که سعید ابن عاص در عراق صراحتن سر منبر می شد، فرماندار عراق بود، حاکم عراق بود، می گفت عراق بوستان بنی امیه است. شروع دعواها از همینجا بود. کسانی که اولین اعتراض رو کردن بهترین یاران امیرالمومنین بوده، جناب مالک اشتر بود. همینجا مالک اشتر پاشد گفت زمین هایی که به شمشیر مسلمان ها فتح شده الان شده بوستان شما. بقیه یاران هم همینطور شروع کردن اعتراض کردن. از 9 نفر اعتراض شروع شد، اینا رو تبعید کردن شام پیش معاویه، یه کلیسایی جاشون داد، می آمد باشون مباحثه می کرد. بعضی وقتا معاویه رو باش درگیر می شدن که معاویه می گفت اگر مردم شام ببینن شما اینجوری با من درگیر می شید
خونتون رو میریزن. دوباره تبعیدشون میکردن مصر، دوباره دورشون دادن، اینا هر جا رفتن اعتراضای خودشون رو گفتن. از کوفه و مصر و جاهای دیگه پا شدن آمدن در مدینه، معترضین خانه عثمان رو محاصره کردن. اصل ماجرای محاصره عثمان سر یک چیز سوار بود، استعصار عثمان. اینو امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه. استعصار یعنی ویژه خاری، یعنی تبعیض، یعنی بهره‌مند کردن قوم خیشهای خودش و راندن دیگران. این موجب چی شد؟ موجب شکاف شد. شکاف موجب درگیری شد. آمدن ریختن خانهش رو محاصره کردن، روزهای آخر اجازه آب و نان بهش ندادن و بعدم ریختن به اون وضع عجیب کشتن که امیرالمومنین فرمود که دیگه کار جاهلی بود اینجور کشتن. چند بار امیرالمومنین، خوب میدونید امیرالمومنین با عثمان با جناب بود، چند بار با هم قهر و صلح میشدن و این مردم بعضیاشون میمدن آشتی میدادن. یکی دو بار نماینده این معترضین شد جناب عمار که میشناسید به عنوان روشنگر بزرگ علوی، یکی دو بار نماینده معترضین بوده پیش عثمان که همونجا خونه عثمان گرفتن زدنش، طوری زدن که دنده شکست. تبعیض شکاف درست کرد، شکاف تنفر اجتماعی، خشم اجتماعی درست کرد. خشم اجتماعی نماینده فرستاد در مدینه، عثمان رو کشتن. اگر سیره پیغمبر با عدالتش تونست قواما للانام درست بکنه، سیره تبعیض آمیز بنی امیه تنسیقا للقلوب را آسیب زد. اینه که فاطمه زهرا میگه تنسیقا للقلوب، عدالت 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 فقط زندگی ها رو سرپا نمی کنه، عدالت غیر از اینکه سرپا می کنه دلها رو هم نسخ می کنه، جامعه رو هم به وحدت ملی می رسونه. آقایون امنیتی، امنیت ملی در عدالت اجتماعی است، وحدت ملی در عدالت اجتماعی است، بیس اصلی عدالت اجتماعی است. شما اینو نداشته باشه، هی آتش زیر خاکستره، امروز اینجا میزنه بیرون، فردا اونجا میزنه بیرون. این فریاد بلند فاطمه زهرا در فدکی است. بعد امیرالمومنین فرمود غیر از این موجب تنزیها من المعاظم مظالم و الآثام میشه، جامعه رو تربیت هم میکنه. در بین نخبگان عزیزی که الان صدای بنده رو میشنون هستن کسایی که متخصصین کار تربیتی هم، کار فرهنگی هم. کار فرهنگی کار محترمی است، کار مهمی است، اما بیس اصلیش چیه؟ چه چیزی لازمه؟ شما الان برای یه معلم میگید یه کلاس نیمکت وایت بورد لازمه، درس برقرار بشه، چی لازمه برای تربیت؟ امیرالمومنین فرمود عدالت، جعله الله سبحانه العدلت تنزیها من المظالم و الآثام، موجب تنزیه مردم از ظلم به همدیگه و از به اصطلاح چیز شده همین گناهان شده. در یه روایت دیگه میفرماد الرعیه لا یصلحها الا العدل، شهروندان رو، مردم رو هیچ چیزی بهتر از عدالت اجتماعی اصلاح نمیکنه. عدالت اجتماعی اینی که در طبقه بندی که حضرت آقا هم شمردن تو اون پنج مرحله، جامعه اسلامی یعنی جامعه اصلاح شده اسلامی که سبک و سیاقش همه اسلامی باشه بعد از دولت اسلامی قرار داده شد. یعنی باید اصلاح یک جامعه با عدالته، عدالت حتما اتفاق بیفته. خب اینجا چطوری میشه؟ آقا میشه بالا شهر و پایین شهر و تمتعات عجیب و غریب داشته باشیم، بعد دور دورهاش ما رو ناراحت بکنه و پاشیم بیایم اعتراض و چه و چه و داری شوخی میکنیم؟ تو زیرساختهای اقتصادی ماجرا رو چرا نمیبینی؟ بعد میخوای فقط با تجویزهای فرهنگی یا تجویزهای قضایی حلش کنی و دوتاش جواب نمیده، دوتاش جواب نمیده. خواهش میکنم کتاب ریچارد نفیو رو بخونید، ترجمه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تحریم‌ها نگاهی از درون میدان. خب مهندس اصلی تحریم‌های هوشمند علیه ایران در دولت باراک اوباما بود دیگه، یک کتاب واقعا خوندنیه که ما در تحریم باید چیکار کنیم تا برنده بشیم. اونجا میگه یکی باید استقامت مردم رو بشکنیم، یکی درد، یکی استقامت. درد عمومی درست کنیم، یعنی از دولت‌ها بکشه به مردم، و دوم استقامتش. خب دیدید که با گوی طلایی و گوی نقره‌ای، یکیش
مسئله فروش نفت بود، یکی هم مسئله دلار بود. حالا اگه بتونیم بفروشیم هم نتونیم پولشو بیاریم، گوی طلایی و نقره‌ای. فشار آوردن سر مردم. حالا مردم خودش تو این کتاب می‌نویسه نزدیک 100 تا تحریم رو تو دنیا بررسی کردیم، دیدیم تحریم‌ها از قضا موجب همبستگی ملت‌ها میشن، چون درد مشترکه. درد مشترک آدم‌ها رو به هم پیوند میده. شما تو یه زلزله خدای نکرده با یه نفر غریبه زیر یه ساختمون گیر کن، تا آخر عمرت با اون آدم رفیقی. تو یه دریایی سر یه تخته پاره تخته دو نفر با هم بیفتن، تا آخر عمر با هم رفیق میشن، ولو از دو زبان مختلف. درد مشترک که موجب پیوند میشه. اینجا اومد سراغ استقامت، گفت باید استقامت بشکن. استقامت رو از من خودم نمیگم، از این کتابا میگم، ملاحظه بکنید. میگه استقامت چطوری میشکنه؟ وقتی که ما هوشمندش کردیم، یعنی این یک دسته از اجناس رو ممنوع نکنیم ورودش به ایران، یک دسته از اجناس ممنوع بشه. حالا اونا که میگفتن ما دارو رو تحریم نمیکنیم، شما میبینید که دارو هم تحریمه. دارو یک کسی بیماری خاص داره، از این بیمارستان به اون بیمارستان گیرش نیاد، اما پورشه تحریم نبود راحت وارد ایران میشد. اگه ما تحریم نیستیم، نکتش ایشون خودش میگه استقامت رو میشکنه. من حالا بازسازیش میکنم با جملات خودم. کسی که سر صف داروه، کسی که سر صف نیازهای اساسی است، ببینه ماشین چند میلیاردی داره تو خیابان کجا و کجا داره دور دور میکنه، استقامت رو میشکنه. نوعاً هم و آدم ها آخرش یه ارتباطایی دارن، به یه جاهایی وصلن، به یه کسایی در پیوندن، استقامت مردم رو میشکن. اینا اون جاهاییست که باید حواسمون رو جمع بکنیم. جمع بکنم، امیرالمومنین فرمود ظلم ها رو کم میکنه، عدالت اجتماعی موجب میشه ظلم به همدیگه کم بشه. چطوری کم میشه آقا جان؟ وقتی تنسیق قلوب شد، ریشه درونی ظلم از بین میره. ما کی ظلم میکنیم؟ وقتی تنفر داریم، وقتی خشم داریم درباره یک کسی یا یه طبقه ای. وقتی که این ریشه از بین رفت، به طور طبیعی آدم ظلم نمیکنه. یه آزمایش رو خواهش میکنم یک بار انجام بدید که خیلیاتون اهلش بود. یک بار در ماشینتون که سوار هستید یه آدمی رو سوار کنید، وقتی پیاده شد خواست به شما پول بده، بگو مثلا یه صلوات بفرست برو سلام. این آدم یا خودتون یه بار سوار شدید، انگار تو گردنش یه دینی رو میبینه که حتما امروز باید به یه آدمی خوبی کنید، به من خوبی شد. مقابلش تو مترو یه بار یک کسی رو هل بدید یا هلتون بدن، تا آخر روز احساس میکنی در گرگ ها زندگی میکنی، منم باید قول بدم. خشم های درون، عدم تنسیق قلوب موجب ظلم به دیگران میشه. او جایی که ظلم میکنی مال اینه. عدالت اگر دلها رو هم نسخ کرد، ریشه درونی ظلم از بین میبره و ریشه بیرونیش هم از بین میبره. ظلم آخرش میخواد یک آدم، یک کسی که میخواد به یک کسی ظلم بکنه، صرف نیتش که نیست، باید بتونه ظلم رو انجام بده. نابرابری ها چماق هایی هستن که یک کسانی میتونن تو سر کسان دیگه بزنن. اگه اینجا نباشه، فرصت ها برابر شده، خب چطوری میتونه به کسی دیگه ظلم بکنه؟ اما خلق پول درون بانکی، تورم فلان، خب تورم وقتی تولید میشه، کی به کی راحت ظلم میکنه؟ همین ما خودمون نخواسته داریم ظلم میکنیم. هر کسی کالا داره به طور طبیعی به نفعش میشه. او کسی که فقط اسکناس تو جیبشه، کارمند کارگره، به طور طبیعی لگد میخوره. حالا توی بگو ما قصد نکردیم، من که نمیخوام به یه ضربه بزنم، من با یه خونه دارم میخوام باش زندگی کنم، دادم به مستاجرم، ولی قیمت الان یه توریست که نمیتونه بشینه. شاهای نابرابری رو از بین ببریم. ظلم ها یه ریشه درونی دارن، یه ابزار بیرونی دارن. شما بزرگوارای من میتونید عکس پهبادی بگیرید از حوادث جامعه. ابزار ظلم همیشه چاقو نیست که بگید چاقو داره میزنه یک کسی رو میکشه. ابزار ظلم در مقیاس کلان وقتی نگاه میکنی، یه تورم 50% شما میگید 50% تورم، برای اغنیا همین الان 40%، برای فقرا 60%، متوسطش رو داری میگی 50%. تو هیچی نداری یه اسکناسی تو جیبش که روزی به روز بی‌ارزش‌تر میشه، ولی او که ماشین داشته، او که دوتا ماشین داشته، او که یه خونه اضافی داشته، او هی داراییش رفته بالاتر. ابزار ظلم رو برمی‌داره تو جامعه. عدالت، عدالت. هی بیاییم بشینیم دور هم و گفتیم و گریه کردیم و خوش شدیم رفتیم،
درهای اصلی نسخش میشه فاطمه است. اول باید بگیم به هم دیگه شروع از همین یقظه ها و بیداری هاست و بعد جمع شدن ها و درست کردن ها. اینجا ببینید چه اتفاقایی میفته. یه جمله پایانی ببخشید دولم کشید. گناهان هم کم میکنه، گناهان منهای بین خودت و خدا. آقا ظلم رو فهمیدیم، گناه چطور؟ ببخشید من یه فشرده تونتون میگم. گناه آقا کجا پدید میاد؟ غنی به تعبیر قرآن مطرف یه جور فست میبرزه، اقرد زدنش رو نعمت هاست، زیر دل زدنشه که داره گناه میکنه. اگه شب نشینی فلان داره و به زن خودش بسنده نمیکنه، یه جای دیگه میره و کجا و کجا میره، اصلا ازدواج نمیکنه چون صد جور راه دیگه براش باز شده، چون جیبش پره، مطرفه. یه عده گناهان اینن، یه عده هم به علت نداری گناه میکنه، دستش کج میشه، خدای نکرده زنش تن فروش میشه. باز به من بگید عدالت درمان هست یا نیست؟ عدالت او فقیر رو میکشه بالا که به دست کجی نیفته، که به تن فروشی نیفته. او مطرف رو هم میتکنه میاره یه خورده پایین که از غلط زدن در نعمت اینجوری گناه نکنه، دنبال فسادهای عجیب و غریب نگرده. حالا شما اینا رو ول کن یا مثلا پلیس بگذار براش، پلیس درستش نمیکنه، قوه قضاییه درستش نمیکنه، من آخوند و انجمن اسلامی و بسیج رو بفرست دنبال نخودسی ها کار فرهنگی بکنید، پوستر بچسبونید، بچسبون تو خسته بشید. همین ماجرای حجاب رو بذارید من بگم و فریاد کنم برش. 4 سال پیش 5 سال پیش بعضی که صداش رو رسید، بنده هم اندازه منقار کوچیکم، گفتم این تجمعات 21 اردیبهشت روز حجاب رو ببرید علیه قاچاقچیان حجاب، نه علیه مصرف کنندگان حجاب. آخو تو مواد مخدر میگید که قاچاقچی مهمتر از معتاد مصرف کننده است، اونجا همونو میگید. چرا میرید علیه بی حجاب ها شعار میدید؟ مگه مشکل اقتصادی حجاب چیه؟ آدرس میدم برید ملاحظه کنید. چادر برای با حجاب ها ساپورت اون روز در این 90 میدونید دیگه وزیر کشور کارت زرد دادن برای ساپورت. فرانس 24 روش حمله ساپورت بوشا به تهران. ساپورت عنوان یه آورده جدیدی توی بی‌حجابی برای خانم‌هایی که کم حجابن. این دو تا رو تعقیب کنید ببینید کجا می‌رسید. ما و عربستانی‌ها بزرگترین مصرف کننده چادر سیاهیم، اما هر کارخونه‌ای توی ایران می‌زنی ورشکست میشه. چرا؟ انحصار واردات دست یه عده خاص. یکی از گرون‌ترین پادشاه‌های بازار چادر، از اون ور ساپورت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشش برای سال 90، دهه 90، وسط های 90 بود این گزارش، 500% رشد قاچاق در این حوزه، 500% رشد قاچاق. 2 آمار گمرک سال 91 و 92 رو نگاه کنید، برهان نمونه میگم، 77 قلم ممنوع میشه ثبت سفارش، اولینش پوشاکه، یعنی هرچی در اون داریم دیگه سفارش ندیم، اولینش پوشاک. آمار گمرک سال 92 نشون میده درباره 77 اجرا شده الا در خانه ساپورت ها، یعنی ورود قانونی داره 500% هم قاچاق داره. گزارش مجلس شورای اسلامی است، نه مسیح علی نژاد. اینها هم همه از طریق قانونی و شبه قانونی انجام می شود، از سوی آدم های متنفذ. آقای دغدغه حجاب دارن، کسی بر اینها فریاد کرده؟ به نظرتون اگر برای قاچاق بی حجاب و با حجاب، یکی از چادر می خوره یکی از ساپورت، پا می شدیم دختر بی حجاب با ما نمی آمد؟ او هم نمی ایستاد تو این صفحه؟ بگه آخرش من مصرف کننده ساپورت هم داری، کسی از من رو میدوشه. عدالت وقتی رها میشه شما تو حجاب هم جواب نمیگیری، حجاب هم جواب نمیگیری، هی برو بوستر بگیر دستت یا بیا کار قضایی کن یا کار پلیسی کن.
نمیخوام باز بگم فقط کار اقتصادی، اما آخرش بیس اصلیش اونه، بعد بیای بقیه کارهای فرنگی جواب بده. این اون نکته مهمی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها به اون هشدار میده که خدای متعال اولا موجب قوام بندگان میشه عدالت. بستم تمام شد، فردا میخوایم درباره فرداش درباره حاکم بگیم، اینا سند رعیه رو چهار جمله دربارش بگیم. اما در حوزه مردم، مردم اول موجب قوام مردم میشه، بعد موجب هم نسب شدن دلهاشون میشه، و بعد موجب تربیتشون میشه، منزهشون میکنه از ظلم ها و منزهشون میکنه از گناهان. که به اندازه بضاعت اندک هم دوست جمله درباره هر کدوم عرض کردم. اینا اون چیزایی است که باید توجه کنم. یک جامعه نمونه ای هم ساخت که من الان بتونم اشاره کنم کجا این جامعه پیغمبر یه جویبری داشت و یه زلفایی. جویبر جز همون 700 تا 400 نفر اهل صفه بود، یه سیاه کوتاه قد بد قیافه بدبویی که فقیرم بود، یعنی تو چشم اهل دنیا هرچی شر و ناپسندی بود توش جمع بود. علاقه من شد به یه دختر کسی به نام زلفا، دختر زیاد ابن لبید، که جز رئیس قبیله بود. اینو تو جامعه محال نمیشون، محال نمیشون، و آمد و رفت و با هم ازدواج کردن، ازدواج کردن. اینا نمونه هاییست که سامن فاطمه و علی نیست که هر کسی بتونه بگه آقا این دوتا معصوم بودن، قیاس دیگران باشون نکنید. نه، این تو سرگوه قبیله آمده بود. یه جوانی رو امیرالمومنین دید که دوچار خود ارضاییست، چند چوبه پشت دستش زد که چرا آقا ازدواج نمی کنی؟ با آقا ازدواج به تعبیر امروز بود نرخ دست دا از بیت المال براش بورید که ازدواج بکن، گناهان رو از بین میبره، از بین میبره. یه چیزی باید تو بیت المال مونده باشه که اینجور جواب بده. این اون روشتاییست که به نظرم میاد از فاطمه زهرا باید یاد بگیر، و خودش چقدر پای این مکتب، این حرفی که ما میزنیم، اگر دنبال این جامعه است میخواد موالاتی که پیغمبر درست کرده با عدالت آسیب نبینه، خودش رو مقابل مردم قرار نمیده، بین مردم و یه عده کوچک فتنه‌گری کرسی خودش رو برپا میکنه، اونجا روشنگری میکنه تا این مردم رو علیه اون اقلیت خودخوانده خودخواه بشورانه. با امیرالمومنین بیعت شده بود، 120,000 نفر 3 روز در قدیر، الان یه عده کوچک خوش شده بودم که بیشتر عرض کردن به علت همون اون شکاف ها فعال شد، اون گسل ها رو فعال کردن، گسل های قومیتی. عدالت آمده بود، تنسیق درست کرده بود، اما گسل های قومیتی. فاطمه زهرا شهید این ماجراست.